درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است، 11 از ماه فوریه سال 2008 میلادی. در روزهای دوشنبه از ساعت 11:30 تا 1 بعد از ظهر در خدمت شما هستم. همچنین روزهای چهارشنبه از ساعت 11:30 تا 1 بعد از ظهر. در روزهای دوشنبه همون که مطلع هستین در باب منطق صحبت میکنیم، مغالطات و میپردازیم به مغلط کاران. امروز هم عرض میشود که چون مصادف هست با روز انقلاب پربرکت اسلامی و بارها عرض کردم خدمت شما، درد بزرگ این کشور استبداد بوده است و بحث ما مغلطه است. و یک بار عرض کردم خدمتتون که دیرگاهی است که از مظلمه شهنه و شیخ یک دل شاد نیابی تو در این ظلم آباد. ما مغالطات شاه و شیخ رو امروز بخشی از اینها رو به شما نشان میدهیم. اجازه فرمایید که یک غزل هم از حافظ بزرگ بخوانیم. بله ببخشید. تاب بنفشه میدهد طره مشک سای تو، پرده غنچه میدرد خنده دلگشای تو. ای گل خوش نسیم من، بلبل خیش را مسوز، که از سر صدق میکند شب همه شب دعای تو. من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی می کشم از برای تو. دولت عشق بین که چون از سر فقر و افتخار، گوشه تاج سلطنت می شکند گدای تو. خرقه زهد و جام می گرچه نه در خور همند، این همه نقش می زنم از جهت رضای تو. شور شراب عشق تو اون نفسم رود ز سر، کین سر پر هوس شود خاک در سرای تو. شاه نشین چشم من تکیه گه خیال توست، جای دعاست شاه من، بی تو مباد جای تو. خوش چمنیست عارضت خاصه که در بهار حسن، حافظ خوش کلام شد مرغ سخن سرای تو. عرض میکنم خدمتتون که با سالگرد انقلاب هست و شور و غوغایی که ملایان به راه میاندازن. شنیدن که گفتن امسال اگر بیایید شرکت کنید، دندون پزشک هم داریم، چشم پزشک هم داریم، نه تنها قیمه میدهیم و پول میدهیم و کوپن، پزشک هم داریم. باری عرض شود که این داستان انقلاب هنوز برای بسیاری از ما معلوم نشده است که آیا این انقلاب چه بود، این داستان چگونه بود، آیا انقلاب مردم بود یا انقلاب مردم نبود، یا اساساً انقلاب در کشور ما لازم بود یا نبود و از اینجور داستان ها. گروهی که اساساً منکر این هستن که این انقلاب بود است و میگویند نمیدانم قیام کور بود است و از اینجور داستان ها. اما اجازه بدید به سابقه امر نگاه کنیم، ببینیم واقعا چه شد، این مملکت ما چگونه است، 150 سال چرا مردم قرار ندارن، دنبال چه چیزی هستن و برای چه چیز انقلاب شد. این نتیجه گیری است که بنده کردم از مشاهدات وضع ایران، از میشود که در روزگاری که بنده در ایران بودم و 34 سالی است که در اینجا هستم، به تاریخ این کشور اندک آشنایی دارم، به خصوص از این روزگار مشروطه و خیزش مردمی ایران برای آزادی، برای حاکمیت ملی و برای استقلال. این ماجرای انقلاب 57 بار عرض کردم، این بخش ناتمام انقلاب مشروطه بود که قرار بود نوشته بشود و این کتاب مشروطه تمام بشود. انقلاب هم بجا بود هم درست بود، عرض می شود به گمان من، حالا شما جزی می اندیشید درود بر شما. اما این عرض می شود که کودتای آخوندها انقلاب رو به سرقت برد و به گونه دیگر کرد و چنان نمود که گویی مردم نماز و روزه کم داشتند و عرض می کنم مسائل اسلامی کم داشتند و اینها. مردم ایران که هرگز چنان اسلامی نبودند، عرض می شود که داستان اسلام هم در کنار تاخچه بود است برای هزار و اندی سال. مردم ایران هم همواره تن زدن، هم از عرب هم از اسلام.
باری این دروغ رو به میان انداختن و وقتی برگردیم به روزگار مشروطه و عصر ناصرالدین شاه و اینها، حوادثی در جهان به وجود آمده بود، روشنفکرانی بودند در ایران، اینها در اندیشه ایران میسوختند، مسافرت ها میکردند، عرض شود که در اروپا انقلابات صنعتی شده بود، عرض شود که دموکراسی به وجود آمده بود و وقتی مسافرت میکردن ایرانیان از طریق همین عراق امروزین و خط آهن میرفتن به ترکیه، اینجا به لحاظ اینکه این حدود زیر سیطره عثمانی بود، در اونجا میدن ترکیه عجب پیشرفتی کرده و بعد به اروپا میرفتن و اینها باز میگشتن یک جهنمی به نام ایران میدیدن. شما اگر بخوانید کتاب های روزگارو، آثار طالبوف، مراغهی، آخوندوف، عرض می شود که کرمانی، روحی و دیگران، اینها می دیدن که مملکت ما چه میزان عقب افتاده است و بیشترین چیزی که نیست و مورد نیاز هست آزادی است و عدالت خانه است و موضوع استقلال بسیار اهمیت داشت، به جهت اینکه در روزگار قاجارها پول مفهوم پیدا کرده بود. مردم ما پول رو به اون وجه نمی شناختن، ارزشی نداشت براشون پول، اما در روزگار قاجارها اجناس خارجی می آمد و به فرنگ رفتن، عرض می کنم، یک مطلب مهمی شده بود. اینها چون پول ارزش پیدا کرده بود، این شاهان قاجاری هست و نیست این مملکت رو خیلی راحت می نوشتند و می دادند به روس ها و بلژیکی ها و هلندی ها و غیره و ذالک. مردم هم به جان آمده بودند از این داستان فقر و داستان استبداد و نبودن عدالت و موضوع، عرض می شود که، نفوذ بیگانگان و اینها. این هست که رفته رفته آزادی خواهان گرد هم آمدند، مردم بیدار مملکت ما، عرض کنند که برادران بزرگ جامعه، اینا در بیداری مردم کوشیدند، فشارها وارد میشد به ناصرالدین شاه که آقا عدالت خانه ای باید، تشکیلاتی باید، قانونی باید. او هم دوست می داشت و هم دوست نمی داشت. معمولا این، عرض میکنم که، خودکامگان و مستبدان حاضر نیستند که این از موضع قدرت عقب نشینی بکنن. این ناصرالدین شاه وقتی میرفت فرنگ و برمیگشت، نرسیده بعضی اوقات یک جلسه میذاشت که آقا ما هم باید قانونمند بشویم، اما به محضی که معلوم میشد اگر قانون بشد مملکت، اینها خود او باید کنار برود، میگفت اصلا فراموش کرد آقا داستانش رو صحبتی نفرمایید. و وضعیت ایران در روزگار قاجارها بسیار فجیع بوده. یک داستانی ما میشنویم، ما گمان میکنیم که ایران به این شکل بوده. شما عکسای روزگار قاجارها، مردمان قباپوش، خاک‌آلود، دیبه های پاره، چهره های چروکیده، یک وضعیت نابسامانی، یعنی در حقیقت این مردم ما، عرض میکنم که، دامن کشان، نالان، مردم عرب زده و ترک زده و مغل زده و زده و گرسنگی زده و انگلیسی زده و روسی زده، ملتی در روزگار مغول عرض می شود که 12 میلیون نفر حداقل از مردم او رو کشتند، یعنی اینقدر شهرهای آباد داشته و جمعیت زیاد. در روزگار ناصرالدین شاه جمعیت ایران رو سرشماری کردن، انگلیسی ها 7.5 میلیون تا 8 میلیون برابر کردن. ملازم فرمایید، و این شعر حافظ به یاد انسان میاد که از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت، عجب که بوی گلی هست و رنگ نسترنی. این تاریخ ما تاریخ بسیار خونباری است. مردم ما از مزایق عبور کردن که در تاریخ ملت ها واقعا سابقه نداره. هر می شود که نگاه کنید به این تاریخ، فرض کنید صفویان، اون خونریزی های شاه اسماعیل و گرفتاری ها، و بعد ما، عرض می شود که، حمله محمود افغان رو داریم، بعد نادرشاه رو داریم با این لشکرکشی هاش و جنگ ها و خونریزی ها، و بعد این خلق قدرت بعد از نادر، یکی پس از دیگری چندین شاه در فاصله کوتاه عوض شد و در هر نقل و انتقال عده زیاد قتل عام میشدن، شهرها خراب میشد و اینها داستانی بوده است. و بعد روزگار قاجارها، خونریزی های آقا محمد خان، و جامعه‌ای که اینقدر صدمه بخوره، شما ببینید به چه شکلی در میاد. یعنی در حقیقت این منحنی انحطاط مدنیت ایران که از روزگار مغول به خصوص سرآشیب انحطاط و سقوط سرنهاده بود، تشدید شد و جهان غرب پیشرفت میکرد. در حقیقت از طرف نظر ما اینو به صورت منحنی بکشیم، که البته این قضایی رو به دقت ریاضی نمیشود معلوم کرد، اینها این منحنی پایین رونده این مدنیت این منطقه با منحنی بالا رونده مدنیت اروپا در حدود شاه سلطان حسین به هم برخورد میکنن، در روزگاری که روزگار نیوتن هست، روزگار مجلسی. باری مردم ما چه میخواستن در روزگار از سبت مشروطه؟ گرسنه بودن، اما در شعارهاشون ما ندیدیم بگن ما آب و نان میخواهیم.
مردم ما عدالت میخواستن و آزادی میخواستن و حاکمیت ملی میخواستن و استقلال میخواستن. اینها بود، این عرض میکنم، ارکان خواسته های مردم ایران. و عرض شد که مشروطه شد و همونطور که مطلع هستید مجلس ملی باز شد و این مشروطه ما بزرگترین کاری بود است که مردم ما انجام دادن. بارا خدمتون عرض کردم و در بهترین وجه مردم ما با این مشروطه برخورد کردن، یعنی هم به لحاظ قانون زیبایی که نوشتن گرچه نقیصه ها داشت، اما هر قانون اساسی، ما که تجربه قانون اساسی نداشتیم که حالا بنشینیم اینجا در فرانسه و ایراد بگیریم از قانون اساسی 1906، بسیار زیبا بود، زیبا بود به جهت اینکه حقوق ملت در نظر گرفته شده بود در اون قانون اساسی. و مجلسی که تجربه‌ای که ما نداشتیم، اما مجلس ما خیلی خوب عمل می‌کرد. اما همونطور که بارها عرض کردم، ما مردمانی هستیم کار رو تمام نمی‌کنیم، شروع می‌کنیم. یک چیزی در سایکی ما هست که نمی‌گذارد ما کار رو تمام کنیم، نیمه کاره رها می‌کنیم. این داستان هویت ملی رو هم نیمه کاره رها کردیم. نیمه عربی نیمه ایرانی، امروز ما ذهنیت ما، نیمی از ذهن ما عرض کردم خدمتتون تاریکی اسلام و نیمش این روشنی ایرانی رو داره و ما از خود بیگانه شده ایم. یه حالت عرض میکنم بین هوا و زمین در هویت ملی داریم، نمیدانیم چی کاره هستیم. باز این عربا تکلیفشون روشنه، مصری ها تکلیفشون روشن شد، عرب شدن از بر، ما نشدیم چون کار رو تمام نمی کنیم. بنده فکر یه روز خدمت رو عرض کردم، قرار بود ما دیوار چین رو ما بکشیم، 4-5 مترش رو میکشیم، بقیش هم نمی کشیدیم. بعد میگفتیم عجب دیواری بود، آخ آخ آخ، دیدی چه دیواری میشد بشه. و بعد میندازیم گردن ایران. باری این مجلس ملی که درست شد، این داستان نمایندگان ملت ایران که از هر دشتی رفتن در اون مجلس، بسیار زیبا بوده. بنده کلاهی ندارم اما بر میدارم به احترام کسانی که مشروطه رو آغاز کردن و مشروطه رو عرض میکنم قانون نویسی کردن و مجلس ملی باز کردن. این مجلس مقدس شورای ملی بسیار جای زیبایی بود، کارهای بزرگ کرد همین مجلس نیمه کاره، از جمله نفی و انکار این قرارداد 1919 که در همون مجلس ملی شد. و عرض میکنم جنبش ملی صنعت نفت که بزرگترین انقلاب ملت بوده است بیرون از حوزه دین و مذهب و اینها، صرفاً برای عرض میشود که منافع ملت بوده، اینها از همون مجلس شورای ملی شد. فراموش نکنیم. باری خلاصه مطلب اون که دوباره ما سیطره استبداد به رضاشاهی آمد و عرض شود که حالا در باب رضاشاه بسیار صحبت کردم، اما مجلس ملی رو بست. یعنی از روزگار ششم ما دیگر مجلسی نداشتیم. عرض شود که رئیسشون با مشت آهنین عمل میکرد و سازندگی میکرد، اما عرض شود که همواره فراموش نکنیم کار مستبد و دیکتاتور به مثابه آن است که یک دختر زیبا رو، این مثل رو بنده تکرار بکنم، بی اول خفه بکند و بعد در تابوت طلا بخواباند و شروع کند به آرایش این مرده. مردمی که آزادی نداشته باشند و قانون نداشته باشند و عرض میکنم حس وظیفه ملی نبکنند و یک شباق به دست در اون بالا باشد، این حکومت حکومت ناپایداری است. این یک هرمی است که ما از رأس به زمین گذاشتیم، لرزان هست تا کی بیفته. چه گشایشی شد از نظر آزادی بعد از رضاشاه، مردم جشن گرفتن. این همه پیشرفتی که رضا شاه آورده بود که لازمه زمان بود. و تعجب میکنم از بعض هموطنان واقعا جاهل، خیال میکنن اگر رضا شاه نبود هنوز مردم ایران سوار خر بودن. واسه این پرسه آقا جایی در دنیا میشناسی که مردم سوار الاغ باشن؟ اونم ایران با این همه ذخایر و معادن اینها. بایستی میشد، اینها نمیشد، نشود. اینکه نمیدونم مردم ایران کور بودن و کچل بودن، اینها فقط جهال این حرفا رو میزنن. همه دنیا کور و کچل بودن. خب دعوا اختراع میشد، ایران هم میآمدن عرض میکنن که میواسه نمیآمد به ایران. باری از گشایشی شد در امر دموکراسی بعد از رضا شاه، مردم جشن گرفتن، چراغان کردن. یک نفر میخوام به شما اینو عرض کنم، این رو به حساب خصومت بنده علیه پهلوی ها نذارید، آقا این تاریخ این مملکته. شما ببینید چه میخواهید برای آینده ایران، ندین این داستان گذشته رو ما بخوایم بر بکشیم. کسانی که باورمند به آزادی نیستن، باورمند به دموکراسی نیستن و باورمند به این مردم نیستن، همواره عرض میکنن که مطالب جاهلانه تکرار میکنن که بله آقا یادش بخیر اون که چما آقاش 8.5 متر بود و از این حرفا، این مردم لایق نیستن و این مردم واسه عذرخواهی کنند و حق ناشناس ترانه هم ساختن. امروز براتون در این بحث مغالطات پخش میکنم برای خدمتتون. باری این فروغی نخست وزیر
کسی که عرض کنم که این انگلیسی ها رو قانع کرد که این محمد رضا شاه رو شاه بکنن و رضا شاه برود و از میشود استعفا بدهد، رفته است در رادیو ایران یک ساعت و اندی صحبت کرده، کوچکترین اشاره‌ای به این گسترش ها و به این راه آهن و تشکیلات نکرده. این فروغی دانشمند نخست وزیر ایرانی وطن پرست که دوست رضا شاه نزدیک بوده، فقط فریادش این بود است که قانون از بین رفت و آزادی از میان رفت و اون مرد بزرگ میدانست و بزرگان مملکت ما، دانایان ما میدانستند و میدانند که تنها راه رهایی آزادی و دموکراسی است، نه جاده سازی و راه سازی و عرض می کنم که بالا بردن قیمت نفت و از یک سو پر کردن زندان ها و سرکوب کردن روزنامه نگاران و شکستن قلم ها و سانسور کتاب ها، و با این وضعیت ما به جایی نمی رسیم و نخواهیم و نمی خواهیم. در رادیو ایران در همون روز 26 که عرض کنم که این شاه جدید رفته در مجلس، اینها فروغی هم شب آمده صحبت کرده در رادیو هست، متن سخنرانیش هست، میارم خدمتتون میخونم ببینید فروغی کوچکترین اشاره، منظور این که مردم آزادی میخواستن و سیاسی شده بود جامعه ما، سیاسی شده بود و دفاع میکردن از قانون اساسی. در اون ماجرایی که اتفاق افتاد در موضوع جمهوری و مرحوم رضا شاه عرض شد که بی وقت آمد، ناگهان آمد به مجلس و سر صدا انداخته بودن که رضا شاه میخواد مشروطه رو براندازه و جمهوری بیاورد، مردم ریختن گفت ولیکن بی خبر از لحن بازار، ز بقال و ز نجار و ز عطار، بهار گفت دریغ از راه دور رنج بسیار، ریختن و کلوخ زدن، سنگ زدن به سر رضا شاه و اینها. و بعد هم که البته میدونید به طور قانونی آمدند و از سبت کن مغلطه بزرگ رو کردن و از سبت که نخست وزیر رضا شاه تبدیل به شاهنشاهی کردن و دوباره استبداد شد باری. و بین سالهای 1120-1132 که گشایشی شد در مملکت، روزنامه ها باز شدند و احزاب مختلف به وجود آمدند، اینها رو مردم فراموش نکرده بودند، در سابقه سیاسی مملکت بوده و دیگه جامعه دیر به جوش میاد، آرام آرام این حرارت نیم درجه یک صدم درجه یک صدم درجه بالا میره و وقتی به جوش رسید وضعیتی پیش میاد که میگن انقلاب. از سال 1300 از میشود که 32 این قانون مشروطه زیر پا گذاشت و حکومت غیر قانونی به گمان من، حکومت غیر قانونی شاه سابق از 1332 بود به جهت اینکه عرض شود در مملکت کودتا شد، حکومت ملی سرنگون کردن خلاف رأی مردم و بعد قانون اساسی مملکت رو به زباله‌دان انداختن. این علم که نزدیکترین شخص بوده از غلام و چاکر خانزاد خودش و پدرش به این تشکیلات پهلوی ها میگوید داریم میرویم به ترحیم مشروطیت. و این حکومت غیر قانونی این مرد که این هم گمان میکرد که حالا مالک این سرزمین هست، اینها مملکت ما رو ملک تصور میکردن. رضا شاه به بانک ملی میگه بانکم، نمیگو بانک ملی، میگو بانک من. ایشون هم که اصلا کار به جای رسانده بود که گفت هر کس نمیخواد در مملکت ما بماند 700 تومانش بدهید برود. حق سیاسی مردم ایران رو خوردن، یعنی مردم ایران که از زمان ناصرالدین شاه سیاسی شده بودن، ایشون آمد با کمک خارجی ها عرض میشود که دخالت کرد و قانون اساسی کنار گذاشت و این مجلس مقدس شورای ملی رو به یک جای مسخره‌ای تبدیل کرد که مسخره هم یعنی واقعا دیگه کار به تراژدی رسید، نمایندگان مردم دیگه در مجلس نبودند و این قضایا و سرکوب و اختناق و سانسور و سانسور یک حالت وحشتناکی بود، بدی وحش نبود، شما ترانه میخوان یک لغت قفس بود، ساواک میگه آقا چرا قفس، آقا مگه من نکرد آقا الحضرت قفص، مگه اینجا قفصه؟ این اختناق رو به یاد بیاوریم، نپرسیم این انقلاب چی شد، انقلاب نبود، انگلیسی کرد، کارتر کرد، هیچ کس نکرد، انقلاب خود مردم ایران کردن. ضرورت هم داشت این انقلاب که بشود و مردم به آزادی برسن، اما سابقه نداشتیم، ما رجلی نداشتیم، ما احزاب سیاسی نبود، بنیاد سیاسی در مملکت ما نبود، هیچی نبود جز یک نفر. بیست و اندی سال بود که عرض کنند که سیاست مملکت رو تعطیل کرده بودن، 25 سال، و مردم رو از صحنه سیاست بیرون انداخته بودن و عوض اون که بنیه سیاسی مملکت رو قوی کنن، مردم رو درگیر سیاست کنن. در امریکای امروز که این آقای اوباما آمده و شوری برانگیخته، مادران بچه های خود رو میبرن که دموکراسی رو ببینن در عمل.
ببینن این آقای اوباما رو، ببینن این شور مردم رو که چگونه مردم در سرنوشت خود مشارکت میکنن. این دیکتاتورها یکی پس از دیگری اول کاری که میکنن ریاست ارتش، دوم کاری که میکنن بیرون کردن مردم از صحنه سیاست. تو هر چه حق داری بگی به جز حرف سیاسی نزن. یا آقا چگونه من میتونم حرف سیاسی نزنم؟ من حیوان سیاسی هستم آقا. وقتی میگم هوا گرمه، هوای تهران کثیفه، نون گرانه، گوجه فرنگی نیستی، حرف سیاسی نه. شما سیاه خانوسا ساده خانه کن، خود اعلی حضرت خمینی میدونه. آقا برو گورتو گم کن، تو میتونی میگی اعلی حضرت. و بعد کارهای عجیب و غریب و عرض میشود که این از این گوشه و کنار مملکت بو گرفته بود. یعنی سال 1974 که من اومدم علی ظاهر به ضرب چماق و ساواک و ارتش و اینها بود، اما از دیر میجوشید و واقعا مردم یک حالت بی‌تفاوتی نسبت به این دولت و اینها داشتن و هر جا می نشستن چهار نفر دنبال داستان صحبت میکردن. باری بگردیم سر این داستان حرکت انقلاب، شعارهای انقلاب رو ما به یاد داریم. بنده روز به روز دنبال میکردم. قضیه اسلام نبود، قضیه نماز و روزه نبود، قضیه مشک عباس رو نمیدونم شکم رضا و داستان حسن و حسین اینها نبود، قضیه قرآن ناب محمدی در کار نبود، سرکله خمینی پیداش. حالا چرا خمینی سرکلش پیدا شد؟ میخوام خدمتتون عرض کنم که مردم ایران هرگز به آخوند اعتماد نداشتند و آخوند رو در حکومت مشروع نمیدانستند. این شیخ پشت صحنه با شحنه کار میکرده، اما در نبود آلترناتیو شما بیاد داریم کیا بودن؟ یک مش آدمای بیچاره زندان رفته از 28 مرداد بودن دیگه، کسی دیگه نبود. رجل سیاسی، دکتر صدیقی، مطیب بازرگان، شاپور بختیار، یکی یکی بشم، اینا همون زندان رفته های 28 مرداد بودن که وقتی اعلیحضرت همایونی میخواستن فرار بکنن از مملکت، اصلا باز رفته بود این شاگردای دکتر مصدق گیر آورده بود که آقا تو رو خدا بیا به من کمک کنین، من این داستان سلطنت رو به شما بدم و بروم. داستانی نبود از باب اسلام اینها و نه حزبی، نه عرض میکنم رجل سیاسی چگونه به وجود میاد. عرض کردم ما میتوانیم در دانشگاه پزشک تربیت کنیم، مهندس تربیت کنیم، نمیدونم مهندس برق تربیت کنیم، اما سیاستمدار که نمیتوانیم تربیت کنیم. سیاستمدار یک رجل سیاسی که عرض کردم این سخن سعدی که میفرماید ایها الناس جهان جای تناسانی نیست، مرد دانا به جهان داشتن از آن نیست. بنده گمان میکنم نگاهش به رجل سیاسی و ارزش کشور به رجال سیاسی اون کشور هست، نه به نفتش و نمیدونم گازش و این حرفها. این داستان از میشود که تولید رجال، بارها گفتم بارها دیدم خواهم گفت که این معنی معلوم بشود. ما مردمان قبیله‌ای بوده ایم. شما نگاه کنید به این تاریخ ایران، رجال بزرگ از قبیل قبایل ما بودن، اینا سپهسالاران ما بودن. از نادر بگیرید تا آقا محمد خان قاجار بگیرید تا بگردید به از میشود یعقوب لیث و اینها. بدین وجه مملکت ما تولید رجال میکرد، یعنی در واقع به وجهی بود که اگر که ظلم و ستم در دولت مرکزی فزونی میگرفت، یکی از این رؤسای قبایل میامد و از میشود که حکومت رو برمی انداخت یا وجودش برای تعدیل قدرت خود وزنه ای بود. این زمینه تولید رجال بود. ما که فرآیند دموکراسی نداشتیم که، اما وقتی که این داستان مشروطه شد، رجال سیاسی تراز اول پیدا شد در مملکت ما در کالیبر بین الملل. شما فکر نمی کنم که در کالیبر بین الملل آدمی مثل قوام سلطنه خیلی راحت گیر بیاد، یا مثل فروغی آدمی به این درجه از معرفت و دانش سیاسی و ادبی اینها خیلی راحت بشود گیر آورد، یا مثل مشیر الدوله بشود گیر آورد. اینها رجال سیاسی مملکت ما بودن که ناگهان از این درخت مشروطه سر بر کردن. این میوه مشروطه بود. این رجال مملکت ما بودن که شروع شد از این فرایند مشروطه و دموکراسی رجال تولید میکرد، که بعد میرسیم به رجال جوانتر در دوره‌های بعد قانون‌گذاری مجلس شورای ملی. اینها آمدن، عرض میکنم این حکومت پدر و پسر به مدت 50 سال اون زمینه رو که خشکانیدن و سرکوب کردن و خلاصلاح کردن و اصلاحات ارضی کردن به طور کل، و عرض میشود که در حقیقت ریشه خود رو کندن. و این زمینه دوم که فرایند دموکراسی بود، که رجل سیاسی از کجا با وجود میاد؟ یک مرتبه آدمی پیدا میشه، شهردار میشه، بعد فرماندار میشه، بعد مردم رو میشناسن و شروع میکنه برای مردم کار کردن، نامی برای خود کسب میکنه. دکتر مصدقی که ما
او رو دوست داریم یا حداقل بنده دوست دارم و بسیاری از مردم ایران دوست دارن، از 14 سالگی در خدمات اجتماعی بوده و شرافت نشون داده بود. از آسمان نمیاد رجل سیاسی، عرض می شود که بعد وارد صحنه شهر میشه، صحنه استان میشه، بعد رفته رفته طول میکشه یک مردی به سن 60-65 برسد یا 50 یا هرچه که بگوین آقا این شخصی از هم مورد اعتماد هست، ما به او اعتماد داریم و ما از او پیروی میکنیم. این زمینه هم بس. اگر تقی‌زاده‌ای ما داشتیم، عرض میکنم علی دشتی پیدا میشد، یا فرض کنین آدم های از این سخت دولت آبادی که هنوز اینها آدم های نایاب مملکت ما هستن، اینا قدم به قدم آمده بودن. تقی‌زاده یک جوانی بوده 20 چند ساله آمده تهران، شور آزادی خواهیش، دانشش، این علامه سبب شده است که ما بگوییم تقی‌زاده. اینها بستن این جریانات رو، منقطع کردن در مملکت ما، خلع شد. اما یک کسی بود که شجاعتی داشت، آقا دیگه ما انصاف باید داشته که خمینی مرد شجاعی بود، آخوند بود، عقب افتادن بود، اما شجاعتش رو داشت، ایستاد در این چیز، گفت آقای کار شما اشتباه. در یکی از این مطالبش که گفته است در روزی که قم بوده، گفته است که آقا اقلا قانون اساسی رو رعایت کنید، ما آدم شما یه قانون اساسی رو رعایت کنید. حالا اینم که قانون اساسی منظور که حقوق آخوندها هم در نظر بگیرن، چه مادی بود در قانون اساسی. این در مقابل شاه به عنوان یک نیروی مخالف ایستاده بود که حالا رفت بیرونش کرده بودن زمانی که از کنم این آقا رو گرفتند و زندان کردند و بعد با خاری خفت انداختن بیرون، چون هنوز دیگه جامعه به جوش نیامده بود اتفاق نیفتاد، اما حرارتش داشت میرفت بالا. این تنها کسی بود که عرض کنم که بود یه قیافه پدرانه، مرد پیر، مرد روحانی، حسن و حسین و تقی و دوازده امام و شارزه معصوم و افسر ابو طالب و همه اینا تو توبره آقا بود. آرام هم حرف میزد، دروغ هم میگفت، چرب و شیرین. اگر خمینی نمی بود این یکتن، شما فکر کنید قدرت دست آخوند می افتاد؟ هرگز چنین چیزی نیست. به واسطه این یک نفر بود فقط که آخوند توانست کودتا بکنه و انقلاب مردم رو بدزده از مردم. اجازه بفرمایید که عرض شود که موسیقی بی بی کینگ، نمیدونم پیدا کردن یا نه، عرض شود که نگاه کنیم به دست و پنجه و صدا و حالات و حرکات بی بی کینگ، استاد هنر، استاد بلوز. و بعد به من شد توضیح خواهم داد که بلوز چه چیزی هست و این استاد کینگ چه استادی است. به چند لحظه دیگر.
بی کینگ، میگویند هیچ پادشاهی، یعنی سلطنت هیچ پادشاهی به اندازه سلطنت بی بی کینگ طول نکشیده است. بی بی کینگ بیشتر از 60 سالی است که استاد بلوز هست. بلوز یک نوع موسیقی است که از زمینه همین بلوز هست که راکن رول و جاز و غیره و زالک وجود آمده است. این مبتنی بر گفت و شنود سیاهان هست، موسیقی رسمی نیست، یعنی با هارمونی و عرض بکنم نوت‌های رسمی و دیاپازون اینها معمولا کاری ندارد. این موسیقی آزاد گفت و شنود است، آواز و ساز بسیار با احساس و یکی از واقعا چگونه ارز کنم پر احساس ترین موسیقی هاییست که بنده شنیدم در این آمریکا. و کینگ استاد این فن هست و شاگردان زیادی هم داره، یعنی پیروان زیادی. در چیز بعدی 6 نفر نشون خواهیم داد بی بی کینگ و 5 نفر 6 نفر بی بی کینگ راست یکی یکی می نوازن و عرض کنم می خوانند. بی میگن بلوز، موسیقی بسیار حزن انگیزی است، برگرفته شده است عرض میکنم که دیالوگ های سیاهان که به بردگی می کشیدن اینجا. بله، بی بی کینگ با اون گیتار و اون احوال و اینها. باری اجازه بدید که برویم سر موضوع. و این آخوندها آمدن و میانبر زدن و چه دروغ ها گفت این خمینی و چه وعده ها داد. عرض کردم دروغ چرب و شیرین است و اینا. این آدمایی که وارد کار سیاست میشوند و ادای رهبری دارن به مثابه راننده قطار هستن که این اتاق خود رو گلباران کردن برای جلب نظر عوام. ما معمولاً نگاهمون به آدم هاست که این چه آدمی است و محو شخصیت آدم میشویم بدونی که بدانیم در قطار این چه چیزهایی است. در این کوپه ها، کوپه های دربسته مهر شده که پیدا نیست. این آقای خمینی عرض میکنم قول و جن و اژدها و افعی و آخوند و عرض میکنم عقب افتادگی و بیچارگی و نکبت و دست بریدن و ارتجاع رو بر این مملکت حاکم کردن در کوپه ها داشت، اما به ظاهر دروغ میگفت. نخستین سخنرانیش در بهشت زهرا بوده، در یک قبرستانی بود، میگفت این شاه این مملکت رو چیز کرده، قبرستان کرده، قبرستان ها آباد کرده. الان که میان و کارنامه این دو نفر رو بررسی میکنیم، یعنی وقتی که ماجرای نمیدونم بنیاد شهید شد و همین خمینی دروغ زن گفت این شاه 100,000 نفر آدم کشته است، بنیاد شهید بسازید ببینیم، به اینها برسیم، به اینها پول بدهیم. آمدند و این همین عمادالدین باقی از خود رژیم آمدند یکی یکی پرونده های رژیم بکشیدن از روزگار محمد رضا شاه، از ابتدای حکومتش تا روزی که عرض کنم که از ایران رفت. تعداد کشتگان 3300 نفر یا 350 نفر بیشتر نبود، که اینا قریب 2000 نفر اینا در جریان همین انقلاب کشته شده بودند. اعدامی ها بیشتر از 300 اندی نبودند، گرچه یک نفر هم خیلی زیاد هست، فراموش نکنید. امروز که ما بررسی میکنیم پرونده این دوتا ببینیم چه کسی قبرستان ها را قابل، یعنی اینا قیاس بد و بدتر از توجه کنیم. اما منظورم این آقای خمینی است و تشکیلات آخوندها که ابتدا آمدند و مجلس نمیدانم آقای بازرگانی آوردند و نمیدانم اگه دیارتون باشه آقای فروهر بیچاره مرحوم و دیگران آقای سنجابی و اینها، یک چیزی که بله یعنی حکومت دست این آقایون خواهم بود و آرام آرام اینها قدرت رو گرفتن و انقلاب رو به سرقت بردن. قرار نبود که چنین باشد، قرار نبود که آخوند به قدرت باشد. خمینی گفته بود آخوند نباید به قدرت باشد، آقا من هم میروم قوم و اینها. و بعد رفته رفته اینها عرض کنند که دو عنصر ناپاک رو باید شناسایی کنیم، یکیش این رفسنجانیست، یکیش هم همین سلطان علی شاه، که اینا نامه ها جعل کردن، جنگ رو طولانی کردن، بچه های ایران رو به کشتن دادن و عرض میکنم که سرانجام سلطان علی شاه رو به قدرت رساندن و امروز در کارو موندن که چه باید کرد. باری سخن رو کوتاه کنم خدمت شما، این انقلاب انقلاب به جایی بود، برای آزادی و گشایش بود، به جهت این که در روزگار شاه وقتی که عرض کنم که علم گزارش میکند در این کتاب میگوید که این دقیق ترین و بهترین کاری است که شده در کار روانشناسی قدرت در روزگار پهلوی، چون این شخص نزدیک ترین بوده به قدرت. هواپیما اومد خانم برای این دو نفر می آوردید، اینقدر اینا به هم نزدیک بودن و یک کلام دروغ ننوشته، اینها رو برای گزارش به تاریخ نوشته است. و چون بیمار بود بهم گفتن بیمار شماره 1، به شاه میگفتن بیمار شماره 2، هر دم سرطان داشت، میرفت در بانک میذاش و از میشود که امروز رفته رفته اینها به همت
آقای علی نقی عالی خانی که یکی از رجال خوشنام مملکت ما هستن، اینها چاپ میشه. در اینجا علم توضیح میده که درآمد ما از نفت 1,000,000 خورده دلار در سال بود، بعد رفته رفته نفت گران شد به 18-19 بیلیون رسید در سال، و عرض میشود که این درآمد نفت باعث شده بود که شاه حرفای درشت بزنه و سخنان عجیب غریب و اینها و که بماند. باری کارش به جای رسید که گفت که برود هر کسی نخواد، احزاب رو که بسته بود و عرض می شود که برانداخته بود و رجال مملکت رو که بیرون کرده بودن و میلیون رو به حمالی گذاشته بودن، به چپ‌ها یک باجی رو می دادند، توده یای سابق رو یه شغلکی می دادند و آخوندها رو دستشون رو باز گذاشته بودن. می گوین 5,000-6,000 نفر از دستگاه چیز، چون خودش رو شاه شیعیان می دانست، شاه سابق. یکی از مشاغلش این بود که متولی رضای مشهد بود، پادشاه مملکت ایران. یلدیز هم میگفت کورش راحت بخواب، یه جور میگفت متولی امام رضا بود و حج میرفت و میگفت از خر افتادم کمرمو گرفتن. خود این بابا یک جور آدم خرافه زده ای بود که این معنی رو گسترش میداد، داستان خرافات. و هر موقع سفر میکرد یک مردکی بود آخون میامد در گوش او، نمیدونم چی میخواند، و وقتی باز میگشت میامد باز همین کارها رو انجام میداد. اینها باری این داستان انقلاب ایران از شبه که قدم به قدم باستی بررسی بشه، و اون چه گفته شد از در این لس آنجلس و اینها به گمان من یک پنی ارزش علمی نداشتی تا به امروز که بله این جیمی کارتر انقلاب کرد و گوادلوپ نم شاه ما رو بردن. نمیشه آقا داستان چیست؟ ببینید در داخل مملکت چی میگذره. من آمریکایی ندیدم بعد اون 1,000,000 که ریختن در خیابان ها برای نخستین بار در تاریخ مملکت ایران مرگ بر شاه گفته شد. اساسا شاهنشاهی یک بنیاد محترمی بود آقا در این مملکت. هر چه به ایشان گفتن آقا شما بکشید کنار، شغل شما این نیست، شما پادشاه قانونی هستید، میگفت پادشاه بدون قدرت چه درد من میخورن. یه قطعاتی هست در این علم به خوندنش میارزد، عرض میکنم خدمتتون که ببینیم داستان بچه بچه بوده، چون داستان انقلاب هست شما. بله خب، سر شام رفتم کاخ والا حضرت اشرف. ببینید این مربوط است به یادداشت های علم، عرض می شود که 19-1-51 8 سال پیش از انقلاب. سر شام رفتم کاخ والا حضرت اشرف. مطلب خیلی مهم می دارین عبارات هست که می خونم. خیلی شب اینو برشم ساعت 2 بعد شب باز کردم دو سه جا رو می خواهم خدمتون بخونم، یکی از جای خوبش. خب، چون نخست وزیر هم دعوت داشت فرصت عرایض نشد. یعنی عبیدا هم اونجا بوده، یکی از بی‌عرضه ترین آدمای تاریخ مملکت همین عباس عبیدا بود که واقعا آدم حالا تهوع میگیره و قیافش نگاه میکنه و کاراشو اینا. یعنی این آقا به استبداد مشروعیت داد، حقوق ملت رو این مردک زیر پا گذاشت و فوش میخورد، کتک میخورد، ول نمیکرد از بس عاشق قدرت. وقتی که گرفتنش خلخالی داشت چیز میکرد، اون دادگاه گفت آقا ما این کاره نبودیم، ما سیاستمدار نبودیم، خدا لعنت کند این منصور رو که این نان را او به زیر بغل ما. مرد حسابی تو 13 سال نخست وزیر مملکت اهل سیاست نبودی، یه سیستم بود، تو نمیدیدی که قانون این مملکت به حباب حد. حالا خب، چند نامه و تلگراف امضا فرمودن، یعنی پادشاه. تنها صحبت قابل توجه این بود که به عرض رسید تیم فوتبال پرسپولیس ایران تیم اوروگوئه را زد و استادیوم یک پارچه احساسات شد. شاهنشاه فرمودند عجیب است که مردم سرشیرهای دستشویه ها و مستراهای استادیوم سرزان فری را می‌دزدند، برای چه؟ نخست وزیر عرض کرد تربیت ندارم. یعنی عبیدای فرنگی ماها به چپقی ارکیده‌ای گفت مردم تربیت ندارن، همیشه تو سر مردم می‌زنن. من عرض کردم، ببینید علم چه پخته بوده، من عرض کردم ممکن است، ولی مثل این که اینها را از خودشان نمی دانن. این یکی از مهمترین نکات هست که در سیستم استبدادی وقتی بدون اجازه مردم در اموالشان دخل تصرف میشه، استادیوم ساخته میشه، راه ساخته میشه، مردم این را خودشان نمی دانن. به دیده نفی بهش نگاه میکنن. خب،
یعنی متعلق به خود نمیدانند. مثل این است که این وسائل مال غیر و متعلق به غیر است. شاهنشاه فرمودند این که بیشتر واسه تعجب میشود. عرض کردم خیر، برخورد ما یعنی دستگاه دولت سابق، برخورد ما با مردم طوری است مثل این که ما قشون غالب هستیم. یعنی دستگاه حکمت حاکمه و مردم یک کشور مغلوب. شاهنشاه خیلی به دقت گوش دادن و والا حضرت اشرف هم تصدیق کردن. نخست وزیر خواست بین صحبت بدود دستمالی بیاورد، اینو من اضافه کردم. دیگر شاهنشاه مطلبی دیگر پیش نیاوردن. من البته دلایل خصوصی خودم را در این زمینه خواهم گفت. خب اجازه بدید که چون ما بحثمون مغالطات هست و این بحث انقلاب رو به جهت این آوردم که ما هم یادآوری کرده باشیم این داستان رو، اجازه بدید که بگریم سر مغلطه. چند تیکه از هم از صحبت‌های خمینی، از صحبت‌های شاه ما بحث کنیم. این مغلطه ما باید خود رو از شر دو عنصر برهانیم، یکی شیخ هست یکی شهنه، یعنی استبداد. بنده شخصا بسیار دوست می‌دارم، بارها گفتم، این سیستم مشروطه رو، پادشاهی رو، که پادشاهی باشه در کنار، دخالت نکند در امور مردم و این مردم باشن که عرض کنم در کار حکومت باشن، اما میسر نشد. این خانواده محترم پهلوی ها این شانس رو برای 50 سال داشتن و توجه نکردن و حقوق مردم رو زیر پا گذاشتن، مردم اینا رو بیرون کردن. عرض می شود که و این پادشاه سابق ایران به عنوان کسی که پادشاهی ایران رو بعد از 2500 سال حالا در اینم صحبت هست باری منقر ساخت، در تاریخ ها لگسی اون همین انقراض شاهنشاهی است. اجازه فرمایید صحبت های خمینی رو شما توجه بفرمایید. این مرد رافضی وقتی عراق حمله کرده مغالطاتش رو خواهش میکنم روی کاغذ بنویسید. ببینید این آقا چند بار میگوید ایران، چند بار میگوید اسلام. حالا از دو نفر ترسیده، از دو جبهه ترسیده خمینی، یکی از مردم ترسیده، یکی از صدام حسین. حرفاشو گوش کنید، مغالطاتش یادداشت بکنید. باید با آگاهی و با خونسردی به این مسائل توجه کند. بعضی نکات باید گفته بشد. یکی این که گمان نکند دولت ملت ما که دولت ایران و ارتش ایران عاجز از این است که جواب به اینها بدهد. هر وقتی که مقتضی بشد من پیامی به ملت خواهم داد و به صدام حسین و امثال اون خواهم ثابت کرد که اینها این اجناب امریکا قابل ذکر نیستند و ما همیشه بنا داریم که در این برخوردها طوری برخورد بشد که جواب برخورد اونها داده بشد که به ملت عراق خدای نخواسته صدمه وارد نشد. لیکن ما عازم بر این هستیم، مصمم بر این هستیم که اگر چنانچه عراق حد خودش را نداند و تجاوز را تکرار بکند ما دستور بدیم و ملت ما بسیج بشند و اون وقت برای ملت عراق معلوم باشد که ما با اونها هیچ کار نداریم، بلکه صدام حسین است که به واسطه تحریک آمریکا به ما تجاوز کرده است و ما اگر جوابی به او بدیم هرگز به ملت عراق که برادر ما هستند مربوط نیست. امروز من صدای منحوس این آدم را شنیدم، یعنی بیانیه‌اش را شنیدم. ایشون معلوم میشد که تازه مسلمان شده است، برای اینکه به حضرت امیر علی بن ابی طالب و امام حسین سلام الله علیه و اینها تشبث کرده و مردم را میخواد گول بزند. ایشون نمیداند که مردم عراق ایشون را میشناسند و از اولی که این حکومت اشتراکی رو کار آمد و مرحوم آقای حکیم تحریم کرد و اینها را تکبیر کرد، مردم عراق اینها را شناختند و بعد هم از اعمالی که انجام دادند اینها شناسایی شدند. اینها علمای بزرگ عراق را اعدام کردند. این که الان
به شعب عراق متوسل می شد، اینها شعب عراق را سرکوب کردند. هیچ صدام حسین، من از اول وقتی که روی کار آمد تنبه دادم که این دیوانه است، این عقلش درست کار نمی کند، بلحظات با دیوانگی دارد عمل می کند و خودش را به هلاکت می رساند. من از ملت ایران یک صحبت دارم برای ملت ایران و برای ملت عراق و ارتش عراق هم یک صحبت. برای ملت ایران این صحبت را دارم که گمان نکند ملت ایران که ارتش ایران نمی تواند جلو اینها را بگیرد. خیر، ارتش ایران و قوای مسلح ما، پاسدارهای عزیز ما قادر بر این معنا هستند، لیکن تا مسئله جدی نشد اونها جدن عمل نمی کنن. اون روزی که مسئله جدی شد تمام اونها به طور جد امر می کنن که عمل بکنن و عراق را سر جای خودشون بنشانن. ملت ایران نباید خیال بکنن که جنگی شروع شده است و حالا پس کنید که دست و کار خودم رکم چم. نه، این حرف ها نیست. یه چیزی آوردن یه برمینجا انداختن رو قرار کردن رفتن. الان هم دولت ایران، دولت ایران جواب اونها را مشغولن که جواب اونها را بدن و میدن جواب اونها را. قوای بحریه شون به کلی از بین رفته است و قوای بحریه شون هم از بین خواهد رفت. شما خیال نکنید که یک چیزی است. ما این جنگ های متعددی که واقع شده است یه مقدارش هم نصیب ایران شده است که من هر دو جنگ را یادم است. هیچ ابدا مسئله نیست و شایعات یا چیزهایی را که اگر دشمن های ما این افزار مختلفی که الان در ایران هستن، این گروه ها و گروهک هایی که در ایران هستن، حالا اگر فرصت میخوان به دست بیارن و شایعه سازی کنند و یه تلفن کنند به این طرف اون طرف که چه شده است، چه شده، کودتا شده، نه حرفا در کار نیست. این دزدی آمده است یه سنگ انداخت و فرار کرده رفته سنجاش، دیگه هم قدرت این که تکرار میکند انشاءالله ندارد. من به ملت ایران سفارش میکنم که چند جهت را ملاحظه کنند. یک جهت این که خونسردی خودشون را حفظ کنند و ابدا توجه به این معنا که قضیه واقع شده است و واقعا واقع نشده قضیه توجه نکنند به این معنا، یه وقت اختشاشی از این راه بار نیاد. یک جهت هم این که ممکن است که این اشخاصی که با اسلام مخالفند و با جمهوری اسلامی از اول مخالف بودند، حالا شایع کنند که خود لشکر ایران، ارتش ایران، ایران در نیروی ایران دارند خرابکاری میکنن تا شما را وادار کنن که با اونها مقابله کنید. خیلی اینطور نیست. ارتش ایران، ژاندارمری ایران وفادارن به ما و مشغولن اونها به کوبیدن عراق. شما گمان نکنید که یک وقت من به شما بگم که تحریک کنن شما را به این که برید سراغ مثلا پایگان ها. یک همچه کاری جایز نیست و از معاصی بزرگ اسلام است و مخالف رضای خدا است و ابدا به اینها اعتماد نکنید. و اگر از این افراد کسی پیدا شد که یک همچه تحریکی کرد، بگیرید او را و تحویل بدید به کمیته هایی که هستن، اونها تحویلشون بدید تا اونها را به جواب خودشون برسانند. این حرفیست که ما با ملت ایران داریم که اینها با آرامش بدونیم که اصلا خوفی از چیزی داشته باشن. خوفی در کار نیست، اصلا چیزی نیست این که خوف داشته باشن. یک حرف با ملت ایران است که هم خونسردی خودشون را حفظ کنند و هم از این شایع سازها را جلوشون را بگیرند و هیچ اعتماد به شایعه ها نکنند. من خودم تماس دارم و همه مطالب پیش من میاد و من امروزم آقای رئیس جمهور، آقای نخست وزیر آمدن اینجا، گزارش دادم اینجا و من هر روزی که محتاجی به این بشد که بسیجی بکنم خواهم کرد و انشاءالله نیاید اون روز که یک همچه امنی واقع بشه. و یک حرفی که با ارتش عراق دارم این است که ارتش عراق با کی جنگ میخواد بکند، طرفدار کی است و مخالف کی. طرفدار صدام است که اشتراکی است و کافر است. بر ضد کی؟ بر ضد اسلام.
ارتش عراق باید بدانند که این آدم که حالا آمده است اسم علی بن ابی طالب سلام الله علیه را میبرد و اسم حسین بن علی سلام الله علیه را میبرد، این دشمن اونها است. این شخص با اینها دشمن است، با اسلام است دشمن است. این ارتش عراق باید بداند که این جنگ جنگ با اسلام است، به هواداری کفر و این همچی جنگی در خلاف رضای خداست و خدا تبارک و تعالی نخواهد بخشید بر این کسانی که بر ضد اسلام بیان کنند، بر ضد اسلام به واسطه همراهی با کفر، که هم خود صدام حسین به اثر حکم شرعی کافر است و هم این طرفدار کفار است، طرفدار کارتر است، و به واسطه طرفداری از کارتر و گرفتن قوا از او دارد به ایران حمله میکند و کارتر این نوکرهای خودش را مثل صدام حسین و مثل سادات و امثال اینها را وادار کرده است که به ایران حمله بکنند و به ایران صدمه بزنند. و ملت عراق و ملت مصر باید بدانند این معنا را که اگر خدای نخواسته با ایران طرف بشند و ارتش عراق با ایران طرف بشد، طرف شدن با به اسلام است و ضرر زدن به اسلام و ضرر زدن به پیغمبر اسلام است، به طرفداری از کفر، به طرفداری از صدام، به طرفداری از کارتر. و ملت عراق باید بدانم که این جسومه فساد همون طوری دارد با شما عمل میکند که محمد رضا با ایران عمل میکرد و ما محمد رضا را بیرون کردیم و شما هم باید این شخص را بیرون بکنید از عراق تا قیام نکنید و تا مقابله نکنید با این جسومه فساد. این میخواد اسلام را از بین ببرد و میخواد عربیت را به خیال خودش، اون هم نه این که واقعا عقیده دارد به اون، میخواد او را جانشین کند و همچه خیالی هم ندارد، میخواد امریکا را دستش را باز بکند در این ممالک اسلامی. و ما جرممون این است که با امریکا مخالف هستیم. این جرمی که پیش صدام حسین بخشودنی نیست، این است که ما برخلاف امریکا هستیم و لازم ما را هرچی میخواد میگرد، ما را مجوس میگرد هستن. ما که داریم در مملکتمون قرآن را ترویج میکنیم، در مملکتمون احکام اسلام را داریم ترویج میکنیم و پیاده میکنیم به جای اون احکامی که در سابق بوده است، این آقا ما را مجوس میداند و خودشون که بر ضد اسلام و بر ضد مسلمین هستند، خودشون را طرفدار علی بن ابی طالب سلام الله علیه و اصحاب رسول الله میدانند. باید ملت عراق بداند که این آدم آدم خطرناکی است برای ملت عراق و خطرش بر ملت عراق زیاد است و الا به ملت ما تو اون نمیتوند سر میگذنه، او به ملت عراق خطرناک است و ملت عراق باید با تمام قوا کوشش کنند که این شخص فاسد را از بین ببرند و این جمعیتی که بر خلاف اسلام و بر خلاف مصالح اسلام و قرآن دارن عمل میکنند اونها را از بین ببرند. و سربازهای ارتش عراق و صاحب منصبای ارتش عراق باید بدانند که جنگ با ایران جنگ با اسلام است، جنگ با قرآن است، جنگ با رسول الله است و این اعظم محرماتی است که خدای تبارک و تعالی نمیگذرد از این. شما هم همون کار را بکنید که ارتش ایران نسبت به شاه سابق کردن، همونطوری که اونها رها کردن او را و متصل شدن به ملت و سربازها فرار کردن از پادگانها و متصل شدن به ملت، شما هم فرار کنید و قوای خودتون را صرف این کنید که این جرسومه فساد را از بین ببرید. خدا به شما تأیید میکند اگر چنانچه قیام کنید و این شخص را از بین ببرید و یکی را خودتون به جای او بگذارید. ما هم کمک شما هستیم در این که از خود شما، از ملت شما یک نفر اداره کند حکومت عراق را و این آدمی که برخلاف اسلام و برخلاف مصالح اسلام مشغول مفسده شده است، این فاسد را از بین ببرید، با ملت همراه بشید، ملت عراق
هرگز با صدام حسین موافق نیست، یک روز هم موافقت ندارد. ملت ایران با اسلام موافق است، کسی که با اسلام موافق است، کسی که کتاب او قرآن است، کسی که کعبه قبله اوست، نمیشد با یک آدم کافری که در پناه کفار دارد زندگی میکند و در پناه کارتر و امثال کارتر دارد به حیات خودش ادامه میدهد، نمیشد با این همراهی بکنم. من به اونها سفارش میکنم به ارتش عراق که اگر میتوانند قیام کنند بر ضد این آدم و این آدم را از بین ببرند و خودشون جانشین رو بشن و ما هم تاییدتون میکنیم، و اگر چنانچه این براشون میسور نیست فرار کنند و جنگ با اسلام نکنند. و با ملت عراق هم عرض میکنند که با همه قوا و قیام کنید بر ضد این آدمی که الان قیام بر ضد اسلام کرده، قیام این نسبت به ایران قیام و کافر بر مسلم است، قیام لشکر کفر و لشکر اسلام است. باید بله ملاحظه فرمودید سخنرانی شیخ در باب عراق جنرال خمینی حالا به مملکت ایران حمله شده، اون بمباران روز اول تمام شده، این آقا اومده عرض کنند که برای مردم ایران صحبت کنه که ملت ما دچار شد حب اسلام خورده. خب چیزی بلد نیستیم، این باد اسلام در شکمش بوده. اجازه فرمایید که ما یه قطعه موسیقی باز بشنویم از فکر میکنم که یه قطعه هست بی بی کینگ با چند نفر نشسته و سامان گرامی جستجوگر هستن این قطعه رو پیدا کنن. بعد یک سبک گیتار میزنن همون بلوز، بی بی کینگ هم در وسط هست، واقعا دیدنیست این حس و حالی که این نوازندگان بلوز به خصوص شخص بی بی کینگ نشون میده نسبت به موسیقی و سازش. موسیقی خود و سازش در یک جایی با هم یکی میشوند به لحاظ احساس. تماشا بفرمایید، بعد میگنیم خدمتون مقالطات حضرت خمینی و بعد مقالطات اعلی حضرت در صحبت با یکی از خبرنگاران آمریکایی آقای مایک والاس. تا چند دقیقه دیگه baby, rock me all night long, rock me baby, honey rock me all night long, rock me baby, like my back ain't got no bone. Honey, rock me slow. Rock me, baby. Honey, rock me slow. Rock me, baby. Till I want no more. Thank you.
honey, like you roll the wagon wheel. I want you to roll me, baby. Rock me, baby. Rock me all night long. Let me see if I can do it like Muddy Waters used to do it. Rock me, baby. Rock me all night long. Buddy can do it. هنرمندان احمد عبادی، اسدالله ملک و جهانگیر ملک در این برنامه قطعاتی را در مایه ابو عطا می نوازند. حضور باشم وطنان گرامی، اون چه دیدید بلوز آقای بی بی کینگ و عرض کنم که سایر به خصوص این کار مخصوص سیاهان هست. دیدید اون سفید پوستی که مینوا خوب بود، اما سعی داشت میکرد که احوال سیاه پوستان رو تقلید بکنه، در حالی که این امر به بی بی کینگ و اون شخص نوازنده سیاه پوست اسمشن به خاطر داشتم یادم رفت، به طور طبیعی این موسیقی را اجرا میکنن، بسیار با احساس است، بیشباهت به همین ایمپرووایزیشن یا بداهه نوازی موسیقی ایرانی نیست. این بسیار هم طرفدار داره بلوز، هنوز هم در آمریکا. بله خانمی زنگ زدن آنوازه که آقا این وقت این حرفا نیست الان، وقت کی وقتشه عزیزم؟ ببینید این سیستم پادشاهی من هیچ مشکلی باش ندارم، شخصا من مشکلی نه با آخوندها دارم نه با این اعلی حضرت و دو دست باشم. این مملکتی بود 50 سال که رادیو و تلویزیون و روزنامه دست شما بود، بقیه هم که خفه کرده بودیم. تو این لس آنجلس هم که از بام تا شام 30 ساله که شما دارین تبلیغ میکنین، اجازه بدید یک نفرم باشه یه چیزی دیگه بگه. تماشا نکنید خانم این برنامه رو، بر ذمه من هست که اینجا حقایق روشن کنم. به هیچ کس هم بدهکار نیستم، مجبورم نیستم اساسا من بیام اینجا.
اما میام به جهت این که بایستی مردم بدانن بر اونا چه گذشته. هیچ کردن آقا این تلویزیون ها بر اینقدر که جاهل در این لس آنجلس روی خطا رفته و این تلویزیون ها استفاده کرده در هیچ تاریخ شهری نیست بعد از تهران. کی وقتشه؟ هر موقع اون صحبت حالا وقتش نیست. مثل اینکه حالا لشکر شاهنشاه پشت مرز نشسته و نزدیک حمله بکنه مملکت رو بگیره دست آخوند آزادی بیاره که حمله وقتی آقا چرا وقتش نیست؟ برای چی حالا وقتش نیست؟ کی وقتشه؟ این صحبت رو با من لطفا نکنید. 22 سال است که بنده در این شهر تنها ایستادم مقابل این جریان ارتجاعی سطحی واقعا مسخره‌ای که در این رادیو تلویزیون‌ها هست. همه دروغ فحاشی میکنن آقا، به فحاشی میکنن به هر چی آدم بوده در این مملکت تاریخشون، میلیون آزادی خواهان و چپ و راست و غیره و زاله که اینا که نانشون قطع شده. شما که سیاسی نیستید که وقتش نیست. همیشه برای حقیقت وقتش هست. الان هم یک مغلطه از اعلی حضرت نشون میدن شما بدین که وقتش همیشه هست، لااقل برای من همیشه این وقت هست. خب برگردیم سر این مغلطه این حضرت، این آقای خمینی. عرض میکنم که این عینکمون هم که جا گذاشتیم، هر شبت که این روزی که این صدام حمله کرده، این آقای خمینی به عوض این که بیاد در باب اتحاد ملی، در باب نگهداری از میهن، در باب سابقه ایران و عراق، در باب لزوم شجاعت اینها صحبت بکنه، یک سر اسلام میگوید که خبری نبوده، چیزی نبوده، یه چیزی کلوخ پرد کرده دوزی رفته، چیزی خبری هم نیست. از مردم بیشتر ترسیده در این مرحله داشت مغلطه میکرد که این دشمنان ما، این شایع سازان نکند این گروه، حتی میترسه که مردم شورش بکنن اینها رو که هنوز دستا قدرتشون اونقدر مستحکم نشده سرنگون کنن. هر کس شایع بگاند بگیرید تحویل بدهید فلان، اینها خبری نیست. اگر بشود من دستور میدهم. دو دقیقه بعد میگوید همه اکنون ارتش ایران مشغول کوبیدن عراق هست. دروغ کم حافظه است دیگه. بعد عرض می شود که یک سر حمله شخصی جرثومه فساد گفت به این داستان کفر و اسلام، یعنی این که این آخوندها عرض می کنم که این مغلطه دایکاتومی که خدمتون گفتم، یعنی دو انتخاب گذاشتن برای شخص یا برای عرض کنم شنونده و بینابین هیچ چیزی رو ندیدن، این ذهنیت عقب افتاده آخوندی است. کفر می بینن و اسلام، مسلمان می بینن و غیر مسلمان، در حالی که صدام حسینی که عرض کنم که از عرب هست و از عراق هست و سنی هست و در بطن و بدنی اصلی اسلام هست میگوید مجوس. عرض کردن ما ایرانیان رو خوشبختانه یا بدبختانه مسلمان جهان مسلمان نمیشناسن، میگن مجوس. گروه میگن رافضی، در افغانستان هم میگوین که قزلباش. مسلمان نبودیم ما که زدیم به سیم آخر که هم پیغمبر رو نفی کنیم، هم اللهش رو نفی کنیم، هم قرآن رو نفی کنیم و این داستان رافضیگری رو به راه انداختیم برای حفظ این مملکت که حالا دوال پاش رو پیچیده به گردن ما. مردم عراق چیز کنن که این کفر به اسلام، یعنی این حمله به شخص میکرد از همینه، فقط حمله به شخص میکرد، از بکنن داشت داستان کفر اسلام مطرح میکرد، داستان قرآن، یعنی ما نمایندگان اسلام هستیم، این کافر حمله کرده به اسلام، داری که اسلام اونا هستن، مسلمان اونا هستن. و بعد میگم مشغول کوبیدن هستیم، همون که ما محمد رضا رو بیرون کردیم اینا هم اینو بیرون کنن. و مغلطه میکرد آقا، شرایط جامعه ایران 100 سال طول کشید برای آزادی، در عراق این سوابق نبود. یعنی شما وقتی که یک آدمی مثل این خمینی یا یه آدمای دیگه مثل این که این خودش رو در حقیقت صاحب اختیار این مملکت میدید در این لحظه، مردم رو آدم حساب نمیکرد، داستان درد اسلام بود و باید اسلام به شکمش. حالا اجازه بفرمایید چون وقت کم هست، مایک والاس رفته ایران در اوج قدرت شاه، داره بهش میگه که از اونجا شروع میشه که شاه گفته که مملکت دیکتاتور لازم داره و مایک والاس ازش میپرسه که پس میفرمایید که بیگ برادر باید این کار رو اداره کنه و بعد میگوید که اگر این رابطه قطع بشود البته او رو سرنگون میکنن. شاه میگه همونطوری که پدر من شاه قدیم رو کیک اوت کرد، اردنگی زد بیرون کرد. و بعد میگوید که شما چند نفر رو کشتین، چند نفر در زندان داریم. میگوید بله 6 نفر دیگر هم باید بکشیم، که البته زبانش میلغزه، شاه انگلیسیش خوب بود، زبانش میلغزه، and 6 more to be shot. بعد میگوید 6 more to be shot. ملاحظه فرمایید مایک والاس خود اعلی حضرت من نیستن، ملاحظه فرمایید ببین چی میفرمان ایشون. What you're saying, Your Majesty, is that Father knows best. What if you get a leader here who does not have your wisdom, your compassion?
then the relationship between that leader and his people will not be the one existing between me and my people. He will become another leader, as we have many in our country, who was kicked out by, well, my father kicked the former king here because he had no contact with his people. And of course there are some dissidents, very small in number here, who would like to kick you out. 12 of them are in jail, and a couple of them, or three of them, are going to be put to death. And 6 more will be shot, but because they are betraying their country, not because they're against me. And they're betraying their country by? Being Marxists and owing their allegiance to not their country. You're a firm man, sir. It's still needed. I can forgive those who tried to kill me and even abduct my wife and my child, but not those who betray the country. خب ولازه فرمودید این هم شاه بود. اون شیخ رو دیدید، این هم شاه بود. میگوید که این حرفی است که علم هم زده به این پادشاه. میگوید که شما که میفرمایید که شما باید در قدرت باشید و بیگ برادر باشه، بعد از شما اگر کسی آمد و خرد شما رو در اداره مملکت نداشت، چه اتفاقی برای مملکت میفته؟ این آقای مایک فالاس از برجسته ترین خبرنگاران آمریکاست. حدود 90-87-67 سال هم باسی داشته باشه، هنوز قوید و برنامه 60 دقیقه CBS عرض کنم که پربیننده‌ترین برنامه‌های آمریکایی است، یا یکی از پربینندگان. 80-90 میلیون نفر بیننده داره از یک شنبه. میگوید که خب بعد از شما چی؟ یعنی اینکه شما نظام سیاسی برای مملکت ندارید، همه چیز در دست حضرت عالی است، و شما اگر بمیلی از چرت مملکت چی میشه؟ اون کسی که میاد و خرد شما رو نداره تکلیف چی میشه؟ همین داستان است که این آقای علم غلام خانزاد هزار بار به این آقا میگه پس به دور تو بینیم آرام خلق، پس از تو نم سرانجام خلق. میگه آقا ما داریم میافتیم مجلس از مملکت چی میشه؟ میگه خب اگر اینجوری بشه و ارتباطش با مردمش بدون گونه که ارتباط من و مردمم نی هست، یعنی خیلی خوبه، دیوود کیکم اوت، یعنی میزنن مردم اونو بیرون میکنن. حالا خرابی های مملکت چه میشه؟ به این آسانی همونطور که پدر من شاه سابق رو کیک اوت کرد. بعد میگه که یه عده در این مملکت هستن که میخوان تو رو اردنگی بزنن بیرون کنن، و 3 تاشون به اعدام محکوم کردن، عده‌ش هم زندانیه. میگه بله، و 6 نفر دیگه هم هست که باید اینا رو هم بکشیم. میگه که you are a firm man، حالا روش نمیشه بگه تو عجب آدم ظالمی هستی، you are a firm man، آدم محکمی هستی، عجب آدم محکمی هستی، اینجوری راجع به آدم ها صحبت میکنه کشتنشون. میگه بله، اینا رو ما میکشیم به خاطر اینکه اینا مارکسیست هستن، مثل که مارکسیست ها رو باید کشت. حالا چرا حرف رو میزنه؟ داره به اربابا پیغام میده که چون سیاست خارجی آمریکا برای 50 سال بارها گفتن فقط داستان مارکسیست بوده و جولیه کمونیست، داره میگه به اربابا که بله بدانید که من وظیفه میدارم در مارکسیست ها رو میکشم، آقا نکنه فکر کنی من اتکون بدید، من مارکسیست میکشم. اگه مارکسیست رو باید بکشیم آقا، این چه داستانیست؟ بعد میگوید که من میبخشم، من چون که علیه خودم هست میبخشم، علیه مملکت رو نمیبخشم. آقا تو چه کاری مملکتی؟ مملکت اون ساعت داره مردمش هستن، یعنی منظور اینه که نه اون شیخ خود مردم رو آدم حساب میکرد، نه این شاه. اونا که زن و بچه من رو میخواستن بدوزن بخشن، آقا کدوم زن و بچه قرار بود بدوزن؟ یه دادم جمع کرده بودن، شبا آبجو میخوردن دور هم مهمل میگفتن، آقا گرفتن اینا رو آوردن چه قشقرق به پا انداختن. اون دانشیان اون گل سرخی یه مش محمل تو دادگاه میگفت، شما دادگاه گل سرخی نیا کنید، به جز محمل این آقا چیزی گفت؟ چیزی نبود. 8 درصد بر آدم گرفته بودن، یه هفته شکسته 3 تا پشن، میگفتن اینا میخواستن اعلی حضرت رو بدوزن، من فرح بدوزن، ولی عهد رو بدوزن. اینا میگه من اونا رو بخشیدم، خیلی کار بزرگی کرده برد. تازه اینا به غلط کردن نامه و فلان چیز خوردن گفتادن در تلویزیون اینا که آقا کاری که نکردن معذرت خواهی کرد. حالا عرض می شود که این خانم زنگی زد، گفتن 4 دقیقه متأسفانه وقت نداریم. این خانم آذر می گفتن که تفصیل مردمه. یکی از این ذهنیت های عرض می کنم که اعلی حضرتی این هست مردم رو آدم سازیم. البته نکته ای داشت این خانم، می گفت که مردها باست انقلاب پایین هم خوشحالن، به قول ایشون افتادن پای منقل سیغم می کنن، از این وقت خوشحالن، پس چرا باید بیان بیرون؟ بنابراین تفصیل مردم. حالا بنده وقت ندارم که خدمتتون بگم، این بحث 2 ساعتی که بنده دیروز با یه دوست عزیز دانشمندم کردم جواد،
از راه دور در یکی از جاهای سرسیر اروپا چه گذشت. به نظر ایشان این بود که در این 2500 سال ما ثبات نداشتیم و این برمیگردد به وضعیت مردم. نظر ایشان این بود که احمدی نژاد غیر عادی نیست، این باید اینجوری باشه. دکتر مصدق غیر عادی بوده، میرزاقایی خان غیر عادی بوده. استدلال ایشان این بود، البته که بنده هم دلایلی داشتم که در این فرصت بهتری باید باهاتون صحبت کنم. هر میشه بود که این قضایا چگونه بوده. بنده فکر میکنم در همه کشورها گروه ایلیت جامعه هستن که وظیفه دارن جامعه رو رهبری بکنن. اگر به دست اجامر اوباش بیفتد وجه میشود که ما امروز داریم. اگر شما از دیدن برنامه ناراحت هستین، از میشودیم از شما پوزش میخوام. اجازه بدید من هم حرفم رو بزنم، همچنین که شما در این چندین ده تلویزیون و رادیوتون از بام تا شام دارین تبلیغ میکنید. اجازه بدید که یک صدای مخالف هم باشد و مردم قضاوت کنند. نترسید از مردم. معمولا کسانی که مردم رو جاهل تصور میکنن از بیان حقایق وحشت دارن. نکنه مردم فریب حرفای آقا رو بخوره. یعنی چی؟ یعنی اعتماد به هوش مردم ندارن. فکر میکنن با این چهار کلمه حرف بنده دیگه عرض میکنم طرفداران اعلی حضرت و شانسش از بین رفت. آقا مردم قاضی میشن، مردم دانا هستن، مردم فکر میکنن، مردم زج کشیدن 150 سال از این مردم داره برتون. اجازه فرمایید حقایق گفته بشه، بعد نترسید. تا اونجا هم که این به این بنده ناچیز مربوط هست، هر شبت که این حرفا به خیار من نمی رود دوستان عزیز. یعنی بنده از عمرم دارم سرمایه می زارم اینجا، تمام وقت من وصوفی هست. بنده نمی تونم مصلحت جویی بکنم که حالا وقتش هست یا وقتش نیست. همیشه وقتش هست. اگر حقیقتی هست باید همیشه گفته بشه تا ما یک روزی به این بیداری برسیم که آقا چه می خواهیم بکنیم. دوباره ما رو فریب ندن به یک چاله دیگه. وقتی ما در اینجا به پایان رسید، با درود بر شما هموطنان گرامی که توجه فرمودید، عرض می‌کنم که تا فردا شب در خدمت شما خواهم بود و برنامه دیگر. شما رو به خداوند بزرگ ایران زمین و وجدان بیدار خودتان می‌سپارم. با سپاس از سامان گرامی، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.